روحانی این بار با استناد به سخنرانی خامنه‌ای در عید قربان از وحشت فزاینده نظام و دشمن در کمین گفت. قسمت دوم سخنرانیشون بحث سیاسی، اجتماعی و شرایط کشور بود که بسیار مهم بود و حائز اهمیت بود. در برابر دشمن باید وایسیم و مقاومت بکنیم، زخمم بر می‌داریم. روحانی ضمن اعتراف به شکست ناشی از خشم و نفرت عمومی گفت: هیچ قدرتی نمیتونه به ما صدمه بزنه. اگر مردم رو مایوس کنیم ما موفق نمیشیم، ما شکست میخوریم. یک روزنامه حکومتی با اشاره به اوج نفرت سراسری از نظام نوشت: امروز جامعه در حالت از هم گسیختگی است و بی‌اعتمادی عمومی به حاکمیت فارغ از مباحث جناحی و ورای این بحث‌ها به حد اکثر رسیده است. این همان بحرانی است که به قول خامنه‌ای ادامه ی حیات نظام را غیر ممکن کرده است. اگر یک کشوری اقتصادش به کلی از هم فرو پاشید و متلاشی شد، ادامه ی حیات براش ممکن نیست. و تحریف رو گاهی دشمن انجام میده و متاسفانه گاهی در درون کشور تحریف رخ میده و اینه که دردناکتره. روحانی ضمن وحشت از انتشار خبرهای مقاومت جرأت نکرد نام دشمن اصلی را بیاورد، اما سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌ای پرده را کنار زد. سپاه پاسداران در لرستان اعلام کرد در پی آتش زدن بنر نصب شده مقابل دفتر امام جمعه شهر معمولان توسط عوامل وابسته به مجاهدین و انتشار فیلم آن در کانال وابسته به کانونهای شورشی، عامل این آتش سوزی توسط پاسداران گمنام در اطلاعات سپاه لرستان شناسایی و با حکم قضایی دستگیر شد. پیداست که سپاه ضربه خورده برای حفظ نیروهایش به دنبال دستگیری جوانان شورشی در لرستان است. اما این سلسله را پایانی نیست. جوانان و شورشگران در لرستان و سایر شهرهای ایران پیروزی می سازند.